احمد میداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم مدعی شده است که 30% از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ایران، بیش از 60% کل جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم مدعی شده است که 30% از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کند. وی از بین بردن فقر مطلق را فرایندی پیچیده توصیف کرد. او در شرایطی به این آمار استناد کرد که وبسایت خبر آنلاین پیشتر به نقل از مرکز پژوهش های مجلس ایران در سال 1399 گزارش داده بود که بیش از 60% کل جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. در این ارتباط گزارش برخی از رسانه‌های حکومتی در ایران حاکی از افزایش قیمت اقلام ضروری و فقیرتر شدن بخش بیشتری از جامعه ایران بوده است. مقام‌های دولتی در ایران همواره از ارائه آمار شفاف و روزآمد درباره میزان رشد جمعیت زیر خط فقر خودداری می‌کنند و ارقام اعلام شده از سوی آنها درباره میزان تورم و شمار جمعیت فقیر کشور مورد تردید منابع مستقل قرار دارد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار متأهل و دارای فرزند در ایران حدود 11 میلیون تومان است. این در شرایطی است که هزینه زندگی ماهانه در شهرهای ایران بیش از 30 میلیون تومان برآورد می شود. به گزارش خبر آنلاین، خط فقر در ایران در مرداد 1401 به حقوق 20 میلیون تومان در ماه رسیده بود. خبر آنلاین در گزارشی در روز 12 اسفند 1402 آغاز به راه افتادن سونامی فقر در ایران را مربوط به سالهای ابتدایی دهه 90 ذکر کرد و از تورم و کاهش ارزش پول ملی به عنوان عوامل دخیل در آن نام برد. روزنامه اعتماد روز شنبه 27 مرداد در گزارشی در مورد شرایط اقتصادی به نقل از حسن طایی، معاون پیشین توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ایران، چشم‌انداز رفاه و اشتغال در ایران 1410 را نگران کننده توصیف کرد. به گفته حسن طایی، اقتصاد ایران از سال 1384 تا کنون به طور متوسط حتی 1% هم رشد نداشته است. در همین حال روزنامه هم‌میهن روز شنبه به نقل از مقصود فرازتخواه، جامعه شناس و استاد دانشگاه، با اشاره به این موضوع که 1/4 جمعیت ایران و نیمی از جمعیت سیستان و بلوچستان زیر خط فقر هستند نوشت: این موضوع که در کشور استانهای به شدت فقر زده داریم کلان روند وحشتناکی محسوب می شود. استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، هرمزگان و غیره که به شدت با فقر درگیرند. او با اشاره به روند افزایشی فقر در ایران افزود: فقر تصادفی رخ نداده است که طی چند سال بتوان آن را کنترل کرد، و افزود گفته شده است که از سال 1390 تا 1402 حدود 10 میلیون به آمار فقرا اضافه شده که آمار مهیبی است. مقصود فراستخواه اضافه کرد: علاوه بر نداشتن رشد اقتصادی، نرخ تورم بالایی هم داریم و این بیماری های مزمن اقتصادی باعث می شود فقر همگانی شود. این جامعه شناس و استاد دانشگاه همچنین با استناد به یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد که دهک‌های 1-3 جامعه مطلقاً دیگر نمی‌توانند مسکن تهیه کنند، و افزود از طرف دیگر دهک‌های 3-5 هم به میزان قابل توجهی نمی‌توانند مسکن تهیه کنند، یعنی 5-6 دهک در ایران از بازار مسکن اخراج شدند.
از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، تحلیل شما از میزان خط فقر در ایران و اختلاف آمارهای دولتی چیه و آیا امیدی به بهبود این وضعیت توسط دولت جدید هست؟ بفرمایید. سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم. داستان نیست که جدید باشه و این از سالهای گذشته هم شده ادامه داشته. اعدادی که مثلا سال 97 اعلام کردم 23.4% تا 40% بودش. همینجوری ما دو برابر بودن این دو تا عدد رو داریم. حالا محاسباتی که در مورد خط فقر میکنن، خط فقر نسبی هم هستش. این عددی که دوستان اعلام کردن در دو اساس کلی هستش. یکی به صورت هزینه درآمد میان حساب میکنن، حالا مثلا نصف میانگین درآمد میانگینه افراد رو مثلا برای این در نظر میگیره تو دهک های مختلف. راه حل دیگه ای که واسش در نظر میگیرند راه حل میانگین حداقل هزینه به عبارتی زندگی کردن یه نفر که بر اساس شاخص‌های بانک جهانی روزانه 2100 کالری رو مد نظر قرار میدن، برای اون حساب میکنن. حالا سبد مسکن، توی سبد مسکن به عبارت هزینه ایاب و ذهاب، موارد دیگر و هزینه‌های جاری هم هستش. این رو توی بانک جهانی عددی رو که حساب کردن که خب تا سال 2023 هم همین عدد ملاک قرار میگرفته، 6.85 دلار در روز برای هر فرد هستش. که ما این را اگه بر خانواده سه نفره، حالا 3.5 نفره حساب میشه تو دنیا، خواهیم 3 نفره حساب بکنیم، یه عددی حدود با دلار امروز حدود 37 میلیون تومان در میاد. ولی اون چیزی که حساب کرده مرکز آمار با توجه به محاسبات خودش، حالا ما می‌بینیم یه سری کالاهای سوبسیدی تو سبد مواد غذایی هستش و یه سری سوبسیدهای دیگه هم داده میشه، ضمن اینکه اومده بر اساس هزینه درآمد همین رو حساب کرده. مشکلی که در مورد هزینه درآمد وجود داره که وقتی افراد دارایی هاشون بفروشن یا وام بگیرن، این جزء درآمدشون تلقی خواهد شد و این عدد رو میبره بالا. ضمن اینکه خب فاصله دهک ها هم به همین صورت تاثیر داره، این عددی که مرکز آمار بهش رسیده با این خطا رسیده. ضمن اینکه ما اعداد و ارقام داده های آماری رو متاسفانه با اینکه تو همه جای دنیا به صورت شفاف ارائه میشه، در ایران خیلی اعداد صحیحی نداریم، اعداد جعلی است. بالاخره بازی کردن با آمار برای ضمن احترام به کارکنان مرکز آمار یک چیز جالب تلقی میشه و دوست دارن همه چیز رو مثبت نشون بدن، کما اینکه خب ما هم در دوران دانشجوییمون و بعد از اون شاید از این کارها میکردیم و این یکی از ایرادهای البته جوانگرایی هستش که در پست‌های مدیریت کلیدی متأسفانه وجود داره. حالا به هر حال شورای عالی کار هم امسال که هنوز اعلام نکردن، اما در سال گذشته عدد به عبارت هزینه حداقلی رو برای خانوار تو سال 1402 30 تومن اعلام کردن، 30 میلیون اعلام کردن، که این 1403 قاعدتا تورم 25% که حالا خودشون اعلام کردن ولی تورم بالای به عبارت 50% بود، 47 تا 50% بوده. این عدد باید برسه امسال به همون 37 تا 40 تومن. بنابراین از اون شاخص بانک جهانی هم عملا ما داریم بالاتر میریم و این هم معقول، عدد دور از ذهن نیستش. این دلیل تفاوت اینها هستش. خط فقر مطلق هم ما داریم که توی اعداد جهانی 2.15 دلار در نظر میگیرن، یعنی کسی که کمتر از ماهی 14 میلیون تومان درآمد داشته باشه فقر سخته یا فقر مطلق یا فقر شدید، که خب اینو اعلام نمیکنه. جامعه ایران تقریبا حدود 10 تا 15 درصد زیر خط فقر مطلق و در خط فقر به عبارت سخت قرار داره. حالا چه اتفاق افتاده که این داره افزایش پیدا میکنه؟ همونجوری گفته از سال 84 واقعا ما 1% رشد اقتصادی نداشتیم. توجه شدید اقتصاد ایران به بازارهای پولی، بحث تحریم ها، تورم فزاینده که به صورت ساختاری تو مصاحبه قبلی هم عرض کردم خدمت تو 6 ماه به 6 ماه داره الان داره اتفاق میفته، اینا باعث میشه فاصله هزینه های خانوار تا درآمدش افزایش پیدا کنه. خب در این حالت ما انتظار داریم که فقر هم به شدت افزایش پیدا بکنه و با توجه به اینکه همین روزها ما شاهد افزایش قیمت مجدد هم هستیم ولی عملا درآمدها افزایش پیدا نمیکنه، این عدد بالاتر خواهد رفت. ولی اون چیزی که در آمارها خیلی کوتاه با توجه به فاصله
بله. نهایتا ما یک عدد به عبارت مشخصی رو حفظ کردیم، یعنی همون 30% و 60% در این دو آمار وجود داره و نهایتا اندک افزایش پیدا کرده و چشم‌انداز مثبتی هم نخواهد بود، چرا که حکومت عملا نیابتی ها رو در اقتصاد ما به کار گرفته. بله، قسمت دوم سوال منم خیلی کوتاه پاسخ بدید، آیا امیدی به بهبود این وضعیت توسط دولت جدید هست یا نه؟ ببینید، من عرض کنم که متاسفانه قبلا هم عرض کردم که ما درسته که اقتصادمون به نظر یه خورده حدود 20-30% خصوصی میرسه، ولی اون 20-30% هم متاسفانه از طرف همون نیابتی های حکومت در دست گرفته شده. افرادی در حکومت اومدن وارد شدن به صورت حالا وکالتی، دارن عملا یه سری از صنایع علل خصوص حوزه مواد غذایی و حوزه‌های دیگر رو در دست خودشون دارن. با توجه اینکه دولت نیاز داره، حکومت نیاز داره برای کارهای نظامی گریش از جیب مردم هزینه بکنه، تورم رو افزایش خواهد داد. افزایش تورم منجر به افزایش به عبارتی بالاتر رفتن خط فقر و افزایش درصد فقرا خواهد شد در ایران. با توجه وضعیت اقتصادی که در پیش رو داریم، حداقل تا یک سال آینده هیچ چشم‌انداز مثبتی برای این کاهش وجود نخواهد. ممنونم از شما. با تشکر از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.